در آسمان اشرف هستیم. برای آشنایی با فواصل و قسمت‌های مهم پادگان اشرف، مجدداً از درب اصلی و ابتدای ورود به خیابان صد شروع می‌کنیم. پس از عبور از میدان قلم، میدان اشرف، میدان گلها و مشروع آب به میدان منشور می‌رسیم. این مکان در 18 اکتبر 1991 میلادی برای سان دیدن مسعود و مریم رجوی از زرهی ها و ادوات نظامی ارتش آزادی بخش ساخته شده و مورد بهره برداری قرار گرفت. به عبارتی مسعود و مریم رجوی 19 اکتبر 1991 میلادی همراه با فهیمه اربانی و ابراهیم زاکری با مشایعت محبوبه جمشیدی و مهوش سپهری رژه ارتش آزاد بخش را از این مکان شروع به ساندیدن کردند. زندان مخفی در اواخر خیابان صد نرسیده به میدان منشور و حد فاصله بین خیابان 400 و میدان منشور مکانی وجود دارد که سابقا پرسنلی و بعدها محل استقرار ستاد تبلیغات بود. این مکان که در شمال خیابان امداد و پشت بیمارستان ذبیحی قرار گرفته، از سال 1367 تا سال 1373 شمسی زندان افراد خروجی و مدتی بعد زندان مخفی زنان معترض بود. برخی مردان و زنان جدا شده از مجاهدین زندانیان این محل در پادگان اشرف بودند. خیابان امداد سومین انشعاب اصلی از خیابان صد به سمت شرق و جنوب پادگان خیابان 400 نام دارد. این خیابان ناحیه شرقی پادگان اشرف را از دیگر قسمت‌ها جدا کرده و ساختمان امداد شروع شده و به سالن اجتماعات در جنوب پادگان اشرف منتهی می‌شود. اولین خیابان فرعی سمت شرق خیابان 400 خیابان امداد نام دارد. ابتدای این خیابان محل استقرار امداد پزشکی مجاهدین است. این مکان از سال 1366 شمسی تا کنون محل امداد پزشکی سازمان مجاهدین خلق بوده است. تنها بیمارستان پادگان اشرف که نام آن بیمارستان ذبیحی است در این نقطه قرار دارد. زهره بنی جمالی عضو شورای رهبری مجاهدین و محمود ازدانلو از مسئولین ارشد و برجسته امداد پزشکی مجاهدین در پادگان اشرف هستند. با توجه به کمبود پزشک در سازمان مجاهدین، از سال 1371 شمسی برخی پزشکان عراقی که از بغداد و بعقوبه اعزام می شدند در برخی روزهای هفته بیماران مجاهد را در این مکان ویزیت و تحت معالجه قرار می دادند. روبروی امداد پزشکی مجاهدین پارکینگ زرهی یک لشکر نظامی مجاهدین به چشم می خورد. در قسمت شرقی این پارکینگ محل استقرار مهندسی رزمی ارتش آزادی بخش قرار گرفته که بعدها تبدیل به محل یک لشکر زرهی ارتش مجاهدین شد. زهرا رجبی، محسن سیاه کلاه، خباد سعیدپور، محمد علی تسلیمی، ابراهیم خدابنده، بیژن آقازاده، فرهاد الفت، عباس سنوبری، وحید باطبی، لیلا دشتی، حوریه سیدی کمجانی، مهدی فیروزیان، گیتی گیوشینیانزاده، سهیلا شعبانی، سیما دادجو، ابراهیم کماری، سرگرد مصطفی و تعدادی دیگر در مقاطعی از مسئولین و فرماندهان این قسمت ها طی سالهای 1360
1369 الی 1373 شمسی بودند. مهندسی رزمی ارتش مجاهدین از اواخر سال 1361 شمسی در کردستان عراق، فعالیت گسترده عملیات‌های مین‌گذاری در جاده‌ها و بمب‌گذاری در محل‌ها را به عهده داشت. طی سال‌های پس از تشکیل ارتش آزادی بخش، مسئولیت ماشین‌آلات مهندسی، تولید انواع بمب و مین، تخریب و انفجار ساختمان‌ها و مراکز دولتی و ارتش جمهوری اسلامی ایران، طی عملیات‌های مختلف در نوار مرزی و داخل شهرهای بزرگ ایران را تا سال 1381 شمسی انجام می‌دادند. محسن سیاه‌کلا، قباد سعیدپور و محمد علی تسلیمی از مسئولین قدیمی مهندسی رزمی مجاهدین هستند. مقر شان لشکر زرهی مجاهدین و لوجستیک. حد فاصل خیابان امداد و دومین خیابان فرعی منشعب شده از خیابان 400 به سمت شرق پادگان اشرف، محل استقرار سه لشکر زرهی مجاهدین بود. در ابتدای خیابان لشکر جیلا دهیم و در انتهای آن یک لشکر نظامی دیگر به چشم می‌خورد. این محل‌ها سابقا در عملیات فروغ جاویدان محل استقرار چند تیپ رزمی مجاهدین بود. تیپ‌های محمود ائمی قوچانی، فاطمه رمضانی و پرویز کریمیان در این محدوده‌ها مستقر بودند. در حاشیه سومین خیابان فرعی منشعب شده از خیابان 400 به سمت شرق پادگان اشرف نیز محل استقرار دو لشکر زرهی مجاهدین قرار داشت. چهارمین و پنجمین خیابان شرقی منشعب شده از خیابان 400 نیز به مقر ستادها و مدیریت‌های وابسته به سیستم لوجستیکی مجاهدین اختصاص داشت.